خانم آقایون، درود بچه‌ها. به برنامه دیگه از تلویزیون رنگارنگ خوش آمدید. من محمود سروبی از لندن به شما درود می‌فرستم. برنامه امروز در چند بخش تقدیم حضورتون می‌کنیم. من سریع میگم، طبق روال هر هفته تفسیر سیاسی آقای مهندس سعید اسلس خواهیم دید. آقای کمال خوشنود، همکار خوبمون از نروژ، برنامه‌اش رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. آقای سیروس مختاری از گوتنبرگ سوئد گزارشی طبق روال هر هفته خواهد داد و همکار جوان علی سیفی هم برنامه تقدیم حضورتون خواهد کرد. و اما چرا من امروز گریزی زدم به حدود 8 سال پیش در برنامه تلویزیون من و تو؟ این در واقع دستمایه است که شاید امروز هم بشه نگاه کرد به تلویزیون مثل ایران اینترنشنال و چنال های دیگه، حالا چه از طریق اینترنتی و غیره، که همه عملا زیر پوشش یک بلیت هستن. یا مثلا سایت گویا، سایت کوچه و بخوام مثلا برم ایران وایر و خیلی چیزهای دیگه. این اون زمان 8 سال پیش که ما این افشاگری رو در واقع کردیم، حالا اسمش افشاگری هم نمیشه بود، چون اینا خیلی چیزهایی است که کسانی که اگه واقعا بخوان به نتیجه برسن میتونن پیدا کنن، ولی برای اینکه این رسانه ها اون موقع به خصوص من و تو تونسته بود نسل جوان ایرانی رو جذب کنه و با بزن و برقص و تفریح و بیا بریم خونه عمه جون شام بخوریم و از این داستان این گونه، یه دفعه وقتی رسیدن سر بزنگا و به قول خودشون فکر کردن مخاطب جذب کردن، شروع کردن رو بحث‌های سیاسی کار کردن. و امروز اگه به تلویزیون من و تو نگاه میکنیم، میبینیم مثلا 80% دیگه بحث‌های سیاسی و خبری و غیره و زاله که 20% سرگرم کنند. اینه به این دلیل میگم که گول نخوریم. هر رسانه‌ای که در ما هر رسانه‌ای رو که شما نگاه میکنید که حداقل ظاهرش نشون میده یه هزینه پشتشه، شک نکنید مال رژیمه. این که عربستان میده اونم این میده میده، این همش داستانی است که خود اینا عمدن مطرح میکنن تو دم بای اصلا اینا گذاشته. ساده ترین سوال این است که یه رسانه مسئولی داره، مسئولش باید جوابگو باشه، باید ببینید چین همون روز افتتاح بگه آقا این تلویزیون کیه، چیه، چه اهدافی رو دنبال میکنه، هزینهش از کجا اومده. حالا ما این در واقع برنامه رو من شاید الان یه مقدارم طولانیه، ولی خب دارم برای شما میذارم که ببینید ممکن نکاتی توش باشه که تو شرط فعلی ذهن شما رو به نسبت خیلی چیزهای دیگه روشن کنه. برنامه امروز رو با هم ادامه میدیم. من همینجا از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه دیگه شما رو به خدای ایران می‌سپارم. امروز می‌پردازیم به تلویزیون من و تو. من و تو رو خیلی به عنوان یک برنامه، یعنی مجموعه برنامه تلویزیونی یا شبکه تلویزیونی نگاهش می‌کنن که به اصطلاح سرگرم کننده و به قول اینها اینترتینمنته. ولی این تلویزیون بعد سیگنال‌های می‌زنه که از دید منی که شاید اندازه سن مدیران این تلویزیون، کار تلویزیونی کردم، کار ژورنالیستی کردم و این سیگنال رو به خوبی می‌بینم. همینطور که دو هفته گذشته صدای آمریکا رو بی بی سی رو به شما نشون دادیم و بسیار خوشحالم که مورد توجه شما قرار گرفت. درباره تلویزیون من و تو شاید لازم باشه اولش، برای اینکه من چند دقیقه اول صحبت کردم، ذهنها یه مقداری متمرکز چه یه بره که کوتاه برمیگردیم و مستقیما شروع میکنیم درباره تلویزیون من و تو صحبت کردن.
وقتی تلویزیون من و تو با دو کانال 24 ساعته شروع به کار کرد سال 2009، یه مقدمه داشت که خب این مقدمه رو برای ذهن شما شاید لازم باشه من بگم. این مقدمه برای این اساس بود که کیوان عباسی به عنوان مسئول این تلویزیون به همراه همسرشون در لندن زندگی میکرد. حالا چون من نمیخوام در واقع وارد مسائل حاشیه و خصوصی بشم و به حرمت به هر حال سالیان آشنایی کلیاتشو میگم، پدرشون آقای فریبرز اسم عباسی از لندن رفتن آمریکا و تلویزیون آزادی رو راه اندازی کردن. تلویزیون آزادی برای اونهایی که به هر حال اون سالها خیلی هیاهو و بازار این تلویزیون های 24 ساعت گرم بود، یه تلویزیون متفاوتی بود از هزینه، یعنی تقریبا تمام چهره های مطرحی که تو تلویزیون های مختلف بودن رو آقای عباسی در تلویزیون آزادی جمع کرد، حقوق های خوب بهشون میداد و نشون میداد که یک پشتوانه مالی خوب برخورداره. آقای عباسی همین کیوان رو که در لندن زندگی میکرد و فکر میکنم در یک تریول اجنسی کار میکرد، دفتر فروش بلیط و اینا، بردنشون به آمریکا به همراه دو تا جوون دیگه که تونا فکر میکنم یکیشون از سوئد بردن، همین آقای رهای اعتمادی و دیگری تیام بصیر. اینا رو میدونم، حالا دیگران زیاد یادم نیست. اینا یه تیم درست کردن و یه تلویزیون به نام ببین تیوی که یه تلویزیون اینترنتی بود و بسیار بسیار خوب کار کردن. واقعا میگم، یعنی من خودم اون برنامه تلویزیون بارها همین کیوان تشویق کردم، برنامه‌شون بسیار خوب بود، با هم در ارتباط بودیم، بعضی برنامه‌شون حتی برای من فرستاد و من پخش کردم یکی دو تا مصاحبه رو و هنوزم یادداشتی که از آمریکا کیوان عباسی برای من فرستاده با مهر و محبتی که به هر حال اون موقع ابراز داشته زیر ایمیلاش هست. بعد خود کیوان رفت شد فکر کنم مدیر روابط عمومی تلویزیون آزادی. خب این سال اونجا مطرح بود که این تلویزیون آزادی این سرمایه و این پولی رو که به این راحتی خرج میشه رو از کجا تامین کردن، تا اینکه تلویزیون آزادی تعطیل شد و دیگه خبری من نداشتم. تنها منبع خبر من این وسط آقایی بود که نمیتونم بشم دوستم بود، آشنا بود، یه اکا میگفت آره ازدواج کردن اینجوری اینجوری، همه حرفایی که رد بدل میشه دیگه به قول خودمون گاسیب. تا اینکه کنسرت خانم گوش در لندن قرار بود برگزار شه، همزمان با، یعنی همزمان که میتونم بگم چند ماه قبل از این کنسرت خانم گوش، همون دوست یا آشنایی که به هر حال با ما سالیان سال در ارتباط بود و بارها سرش رو شونه من میذاشت و عشق برای مظلومیت من و این همه فشار میریخت، به نوعی ارتباطش رو با ما قطع کرد تا بعد از دوستان فهمیدیم ایشون مسئول برگزاری کنسرت گوشه. در همون زمانی که خانم گوش به لندن اومده بود صحبت از این بود که قرار یک کانال تلویزیونی را اندازی بشه بدون هیچ توضیحاتی بیشتر. خب حالا برگردیم همینجا رو داشته باشیم تلویزیون من تو رو، من یه گریزی بزنم به مسئله خانم گوش. میتونم با جرأت ادعا کنم مجله رنگارنگ و تلویزیون رنگارنگ شاید تنها رسانه نوشتاری و تصویری بوده که بیشتر از هر کس عکس و مطالب در باره خانم گوش سالهایی که در ایران بودن در معرض دید مردم گذاشت. چرا این کاری میکردیم؟ همین کاری که با فردین هم کردیم، همین کاری که با ناصر ملک موتی هم کردیم، چون من به عنوان یک رسانه تبعیدی و معترض نسبت به جمهوری اسلامی اینها رو به عنوان سمبل مظلومیت معرفی میکردیم و میگفتیم اینها به چه جرمی باید
مورد این همه ظلم و ستم قرار بگیرن. اینها رو به دادگاه‌های مختلف بردن، بهشون توهین کردن، غرورشون رو شکستن و هر آنچه که لایق خودشون بودی بی سر و پاها با اینها اعمال کردن. این ستار نمیگم ها، قشر عظیمی از این هنرمندان مثل ورزشکاران. و من با عنوان یک رسانه خارج از کشور وظیفه خودم این دونستم که در تنهایی و خلوت اینها تیروونی داشته باشم که اینها رو مطرح کنم و یاد و خاطرهشون در ذهن مردم زنده نگه دارم. کاری که رژیم کرد که فراموش کنن مردم، و من وظیفم بود که اینها رو زنده نگه دارم. میتونم به جرئت بگم ده ها بار عکس خانم گوش رو جلد مجله من چاپ شد، مطلب دربارشون شد، برای تلویزیون براشون درست کردیم، تا اینکه زمزمه اومدن خانم گوش به خارج از کشور بود. من دقیقا یادم سال 2000 یه مطلبی نوشتم که ای کاش خانم گوش این سکوت مقدسشو نشکونه، بذاره همینجور اسطوره تو ذهن مردم بمونه. و بحث همین بود که خانم گوش ممکنه بیاد بیرون، هر کنسرتش ده ها هزار نفر برن، ال بشد بل بشد، میلیارد ها پوند و دلار گیرش بیاد، ولی هیچ کدوم ارزش این اسطوره مقدس بودن رو در این سکوت نداره. تو اینکه بالاخره خانم گوش به وسیله آقای مسعود کیمیایی، دوست و رفیق یا به هر حال آدمی که خیلی سایه به سایه به سعید امامی متفکر وزارت اطلاعات چسبیده بود، با همکاری برادران شایسته و یک مأموری به نام خوش زبان، که این خوش زبان رو من از مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه شناختم که اون مأمور حراست با تیم فوتبال ایران اومده بود. به هر حال ایشون به عنوان مأمور مستقیم با خانم گوش و آقای کیمیایی، حالا آقای کیمیایی زیاد یادم نیست، به هر حال اومدن به خارج. خب این بو به مشام من روزنامه‌نگار کاملا محسوس بود و نوشته های روزنامه رو حالا همینطور که من دارم صحبت می‌کنم شما نوشته‌ها رو می‌بینید که اون زمان نوشتیم، شعبده بازی نیست، امروز ننوشتیم، جعلی نیست، نشریاتش موجوده و تو هر محکمه و دادگاهی که لازم میشه هست سنده ما میاریم. که هد من در واقع هشدار دادم که خانم گوشین را که میروی به ترکستان هست، اونم زمانی که 18 تیر روی بود که جوانای مردم رو همین حزب‌اللهی بی پدر مادر از طبقات چندم به زمین مینداختن رو با یا زهرا و یا فاطمه و فلان اینا میکشتن. در واقع خانم گوش اومد که زهر 18 تیر رو بگه، سالگرد 18 تیر رو در واقع بیرنگ کنه و اومد و در تورنتو اولین مصاحبه که شمشیر کشید بر علیه زندگی تمام ما زندانیان در ایرانیان در تبعید. این مصاحبه رو ببینیم. به دلیل اینکه تصمیم برای خارج شدن از ایران نداشتم، در صورتی دلم میخواست از ایران خارج بشم که بتونم باز برگردم به مملکتم. از اونجایی که فکر میکردم که دوست ندارم به صورت پوست گوسفند از کشور خارج بشم، به دلیل اینکه معتقد بودم کار من و گوگوش قاچاق نیست که بخوام قاچاقی بیام بیرون و قاچاقی کار کنم و اجازه قانونی بگیرم تا بتونم به اختیار خودم تصمیم بگیرم بیام بیرون و برگردم. میگم جیرم تموم شد، حالا این جیره 20 سال طول کشید یا این جیره بعد از دوم خرداد یکم تعدیل پیدا کرد، یا عرض کردم انقلاب ما الان در حال تمرین و تعمیر دموکراسیه و خیلی خوشبینم به این مسئله
و آرزومندم و امیدوارم و خوشبینم از اینکه این اتفاق تو مملکت خودمون بیفته. این تصمیمی است که من و شوهرم مسعود کیمیایی گرفتیم و فقط احتمالاً میتونه پاسپورتی که برای من صادر شده بذاریم به حساب دوم خرداد، که این امکانه به من داد که پاسپورتم رو بگیرم. این حرفای خانم گوش، حالا چرا اینو من دارم قدم به قدم میام که شما بدونین که این خانم گوش به این شکل که اومد، یعنی انگاری یک مأمور وزارت اطلاعات بودن خارج از کشور که بیاد نمک بریزه رو زخم ملت ایران. آزادانه اومدم فلان. حالا بعد مصاحبه دیگه کرد دو سال سه سال بعد که به اصطلاح آب توبه بریزه روی کارهای اولیش، که اونم یه بخشش دروغی بود، که اونم میرسیم، چون این خانم گوگوش دست شکایت کردنش دسته از اون روزای اولم که تو ایران قبل از انقلابم از این دادگاه دادازی یعنی خوب بلده. اگه قرار بشه کسی رو بره دادگاه، بنده اینجا حاضرم در هر دادگاهی که ایشون میخواد پولم داره خرج کنه. ببینیم کی راست میگه کی دروغ. به هر حال این خانم گوش حالا مرحلش، فقط بخواد شما بخواستم میگم که ایشون به این شکل اومد. بعد من و تو که مشخص یک کانال تلویزیونیه، یعنی یک کار الان که نه دو تا کانال تلویزیونیه و بسیاری از بچه‌هایی که تو لندن حداقل پیش من یا کار کرده بودن یا با من فوتبال بازی می‌کردن تو تیمی که من تمرین می‌دادم جزء شاگردای من بودن، اینا همه خب بخششون انتقام اینا بودن، جمع کردن تو تلویزیون من و تو و اینا که حاضر بودن در تلویزیون رنگارنگ که یک تلویزیون لوکال و همچین چیزی حاضر بودم بیان مجانی کار کنن، آب و جارو هم بکنن، یا فرستن تو این تلویزیون حقوقای خوبم گرفتن، حقوقای چند هزار پوندی. ولی اصلا من و توی مطرح نبود اگه خانم گوگوش سرقفلیش نمیشد. به همین دلیل هم خیلی اون اول میگفتن تلویزیون گوگوش، یعنی برگ برنده ای رو بغل این تلویزیون گذاشتن که با استقبال مردم روبرو شد. تلویزیون من و تو با هیچ برنامه خاصی مورد علاقه و توجه مردم قرار نگرفت، فقط اسم گوگوش بود که به این جذابیت داد و مردم توجه بیشتری کردن. حالا میگم 100% ولی توجه بیشتری کردن. از ابتدای کار تلویزیون من و تو شاید بازم من اولین رسانه‌ای بودم که باز نوشته هاش هست، میتونم اونم میبینید در این بخش که نوشتیم که آقا سوال خیلی ساده است، هزینه های این تلویزیون از کجا تامین میشه؟ من به عنوان یک رسانه حقمه که سوالی رو در جامعه مطرح کنم و اینها وظیفه‌شون بود جواب بدن. ولی همیشه این سوالات با جواب از پیش ساخته شده جواب داده میشه. آقا این با همه دعوا داره، آقا این مثلا با فلانی خصومت شخصی داره، آقا این داستانه چیه؟ من مونه یه رسانه دارم علنن و آشکارا می نویسم مطرح می کنم که آقا شما این بودجتون رو الان من نگه برای تلویزیون بی بی سی انگلیسی نامه ای بنویسم به مونه یه رسانه خارجی، حتی آقا جان شما هزینتون از کجا تامین میشه؟ منبع درآمدتون کجاست؟ هزینتون کجاست؟ بعد از این مدتی نامه جوابش میاد که آقا این هزینه ماست، چون من به عنوان یک شهروند حقمه بپرسم، میتونم از پارلمان انگلیس بپرسم، میتونم از دفتر نخست وزیری بپرسم، میتونم از دفتر ملکه بپرسم. به ما ایرانی ها که میرسه همه چیز وارونه میشه. تا الان که سال 2009 تا امروز که بوده 5-6 سال تلویزیون من و تو رو اندازی شده، هنوز این سوال بی جواب باقی مونده. خب سوالاتی همیشه اینجوری مطرح شده که یک مثلا شایعاتی که خود همین تشکیلات تو ذهن مردم رایج میکنن، بی بی سی میده، آی تی وی میده، نمیدونم این میده، اون میده، یهودی ها میدن، کلیمی ها میدن، از این چیزه که میخوان اصل قضیه رو آدرس عوضی میدن که اصل قضیه رو گم کنن که آقا این پول از کجا میاد. این تا اینجا. برگردیم بر این که الان من چند سالی است که مدام در این برنامه تلویزیونی
نوشته‌های روزنامه رنگارنگ و مقالاتی که جداگونه می‌نویسم برای سایت خودم و سایت‌های مختلف، درش تاکید شده که آقا رژیم جمهوری اسلامی الان اومده اتاق فکر رژیم جمهوری اسلامی با همکاری اتاق فکر جهانی اومدن راه دیگری رو نشونه این رژیم دادن که اومدن اینا در خارج از کشور، نه فقط انگلیس، البته انگلیس مرکزشونه ولی تمام کشورهای جهان، تمام کشورهای جهان، یعنی وقتی میگیم تمام کشورهای جهان یعنی متجاوز از 170-180 کشور، اینها اومدن شرکت ثبت میکنن در همون شرکت با مقررات همون کشور با اسمایی که خیلی مشخصا مثل همون کشوره و اینها شرکت هایی هستن که اگر ریشه یابی بشه به عواملی میرسه که از درون چکمه جمهوری اسلامی میاد. در همین لندن بارها و بارها گفتم ده ها شرکت هست. ببین وقتی به شما میگم شرکت، نه شرکتی که میره مثلا دو تا بقالی بهش وصله، نه، یه شرکتی که به عنوان شرکت مادره و اون شرکت یک سری وظایف زنجیره‌ای داره که یه دفعه وصل میشه شاید به 100 تا شرکت دیگه و تازه تو اون شرکت هم یه سری شرکت های آویزون دیگه هم داره. به عنوان مثال مثلا یه شرکتی به هر اسمی ثبت میشه، اون شرکت وظایفش اینه که کار صادرات واردات بکنه، کار نمیدونم مطبوعاتی بکنه، ورزشی بکنه، فرهنگی بکنه، هنری بکنه، خیریه بکنه و اینها زیر مجموعهش یک سری چیزای دیگه هست. حالا مثلا در اروپا اگه شما ببینید این همه روزنامه های ریز و درشت با عناوین مختلف چاپ میشه، همه چیزشونم مجانیه، مجانی پخش میشه، آگهیش هم در قیمت مجانیه، اینا یکی از اون دنباله چیهای یکی از این شرکت ها هست. حالا اینو گفتم که ویدیو برسیم، من و تو که پاسخ اینو نداد، خب من عنوان یک ژورنالیست از خودم میدونم پیگیری کنم دیگه. در پیگیری که کردیم، خب اینجوری همیشه که گفتم خیلی راحت میشه پیدا کرد، در ثبت کمپانی ها رسیدیم به این که مرجان نتورک زیر پوشش کمپانی نپتون سکرتریا لیمیتد همچین اسمی ثبت شده و همینجور که شما الان میبینید مدارکش رو گردن اونجا هست، با سرمایه اولیه یه چیز حدود 4-5 میلیون پوند که من هنوز اعتقاد دارم 4-5 میلیون پوند بذرت میخوام عذر میخوام 45 میلیون پوند این چیزی که در اونجا ثبت شده ها، من دارم بر اساس اون که دیدم در یک سایت رسمی در انگلستان جلو چشم شما میذارم و این در واقع از زیر مجموعه اون کمپانی نپتون اگر میاد که مرجان نتورک میشه، این هزینه در واقع هست. بعد پول نقدی که در حسابشون هست معلومه. آن چیزی که معلوم نیست درآمده، آن چیزی که معلوم نیست این سرمایه اولیه از کجا اومده. حالا من برگردم باز به اون سوال قبلی، همون چیزی که گفتم شرکت‌های بزرگی که ثبت میشه و حداقل میتونم بگم تو یک سال گذشته ده ها بار من در این مورد صحبت کردم که آقا اینا من یه شرکت ثبت میکنن به اصلا اسمای مختلف، چه تو آلمان، چه تو فرانسه، چه تو اسپانیا، چه تو انگلیس، اصلا شرکت چرچیل، بعد میرن تو این کلوپ لورتا تو رجنس بغل هتل ریتز که لورتای دلال اونجا نشستن، یه سه چهار تا اینا رو میارن جزء هیئت مدیره باشون هم زده بند میکنن، این شرکت رو با همین مشخصات ثبت میکنن که این یک عالم کار میکنه، این همه کار نیازمند سرمایه، یه دفعه 3-4 میلیارد از اون پولای سیاه مانی لاندرید که به درد نمیخوره رو سرازیر میکنن این تو. وقتی این شرکت مادر باید زیر مجموعهاشو تغذیه کنه دیگه، مثلا یکیش ممکنه به تلویزیون ایکس میخوره میگن حالا 100 میلیون 50 میلیون بزنیم به حساب اینا، چون این پوله باید خرج شه، باید از این شکم این بیاد بیرون. من دارم در کل تصویر رو میگم، اصلا الان ربطی مستقیما با تلویزیون من و تو ندارم، من دارم کل این قضیه رو میگم، تصویر این گونه است. این پوله باید 3 میلیارده بره بیرون، حالا مثلا به یه پادو، یک دربون، چه میدونم یه نظافتچی که باید مثلا 800 پون بدم میگن 8000 پون بدین، اینجوری، یعنی پول باید خرچه و بعد از اون ور درآمد نشون بده که حالا این پول برمیگرده.
همینچه که بارها گفتم در همین نشریات مجانی که آگهی میگن صفحه 5 پوند یک صفحه، اونور میرن یه سنستازی میکنن همون یه صفحه 5 پوند میکنن 5000 پوند، و توی یه نشریه که میبینی 100 تا 200 آگهی داره که وقتی پولی که دست مردم باید بگیره همه رو هم بذاری 500 پوند نمیشه، اونجا یه افی میره یه رقم 500000 پوندی میشه، هفته 4 تا هم در میاد. یعنی یه نشریه یه لقبایی که به نظر میاد همجوری تو این مردم میرن سفرش میکنن، واسه این سیستم چرخشی این شرکت ها اونجا میشه 2 میلیون پوند یه نشریه اش دازه. یعنی زیر مجموع اینا ممکنه 50 تا نشریه هست. بسیاری از تلویزیون ریز و درشت که میبینی در جمهوری اسلامی هزیر نویسش میاد قرص بخر برای کمرت بخر برای نم شکمت بخر برای اونجات بخر برای اینجات بخر، همه آدرسم تو تهرانه، یه مجموعه 100 خورده کانال تلویزیونه. حالا از موضوع خارج نشیم، یه بریک کوتاه برمی‌داریم نگاهی میکنیم و با هم ادامه خواهیم داد. طلوع صد ندا به خان که شهر سرود زن شود، که این وطن وطن شود. شبا هنگام میان کوچه ها به در کوبد به نوبت شما، برادرم که سنگر من است چو سای سار روشن است، دویدنش فراخ سینش چو جان پناه و مأمن است. وطن شاهدان تازیانه میزنن، این که جان خستگان پاره یه تن منن، به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود. امان بده به دوسمش بخون که جاودانه میشود، سوپرمارکت بای تو سی. مرکز خرید همه فارسی زبانان در منطقه گلدرز گرین. هر آنچه نیاز شما باشد با بهترین کیفیت و با ارزان‌ترین قیمت در سوپرمارکت بای تو سیو در اختیار شماست. آدرس 24-26 گلدرز گرین رود، لندن NW11-8LA،
تلفن 0208-455-8839. سوپر دینا در بهترین منطقه هنگلین در خدمت هموطنان عزیز است. کلی ما یحتاج خانواده فارسی زبان رو میتوانید در سوپر دینا پیدا کنید. سوپر دینا با پارکینگ مجانی در میدون هنگلین. خب سوال این است که تلویزیون من و تو اگر این تصور واهی من دنبالش باشه دایی جان ناپولونی، خب چه سودی برای رژیم داره؟ سودشو ظرافت های یک چشم خبرنگار باید ببینه. سودشو در بسیاری برنامه‌هاش میتونم بگیرم، در اون بخش انترتینمنتش اومد آکادمی بزن و برقص گوش رو انداخت، بزن بریم شام و نمیدونم از برنامه این گونه که زهر خشم ملت ایران رو کمرنگ کنن. حالا ممکنه بگی آقا ما یه تلویزیون رو انداختیم دوستاشیم جروشیم، آره اینم میتونه، ولی یه ولی هم داره. خب دیگه در چه زمانی، به چه منظوری، به چه هدفی؟ بعد میتونن ادعا کنم میگم ما برنامه سیاسی داشتیم. متاسفم که بخشی از این مشروط خواهان یا سلطنت طلبان یا هر اسمی دارن، خیلی متاسفم که اینها بعد از 37 سال که به خارج از کشور کوچ کردن و بسیارشون هم ادعای اداره کشور رو دارن، وقتی میرن کوچه‌ورا میشن، کراوات میزنن، شیکو میبینن، توی یک این کافی شاپای لوکس اروپا میشینن، در یک خلوتی رژیم ایران عوض بدل میکنن، یه آب لب لوچش واسه همچین برنامه راه میفتن. میگن از تهران تا قاهره رو دیدی؟ آره من دیدم چطور یک خانواده رو اینا چنان به ضعف و زبونی کشیدن که دختر من اگر نسل بچهای ما، نه من، نسل بچهای ما وقتی نگاه میکنه، خب دو تا مسیج از این برنامه از تهران تا قاهره میگیره، جایی که میبینه همش ملت ایران میگن آقا اینا رو ما نمیخوایم،
مجسمه‌شون رو میشکنن، عکساشون رو میندازن پاره میکنن، در خیابون میگن مرگ بر شاه. و شاه رو در ضعیف‌ترین شکل ممکنش از زبان ملکه اون کشور بیان میکنن که آدم فقط باید دلش واسهشون بسوزه. یعنی هیچ نقطه غروری نداره. شاهی که یک زمانی تهران پایتخت عاشقانه حکومت‌های اطراف بود، می‌اومدن برادران شاه بودن، از شاه حسین و شاه حسن و حالا یه اسد، یه انور ساداتی رو بذاریم کنار، بله همه اینا در کشورشون به روی شاه بستن، دنیا در کشورشون به روی شاه بست و حتی تا مرز استرداد به ایران هم رفت. منظورم اینه که این برای اومد چه مسیجی داد. آره یه سناش اشکامیز شد. حالا به هر هدفی میتونه دیدگاه یه آدمی باشه که اونجوری دیده، ولی اون چیزی که من خبرنگار دیدم همین بود و مسیجی که به بچه من و امثال بچه من داد، نسلی که اصلا انقلابی ندیده بودن، نمیدونستن چه خبره و همه شوی میگنن که باباشون مقایسه میکرم، میگفتن اون دوره خیلی بهتر بود، اون دوره ال بود و این بل بود و با این فیلم دیدن اون دوره خبر نبوده، اون دوره اینه نچش که مردم نمیخوان. مردم که میگم دیگه به هر حال جمعیت اون موقع ایران 30 میلیون بوده، به شهادت هزاران تصویر و عکس و مطلب همه تو خیابون بودن. حالا بحث من اینه که اونهایی که این زاویه رو نگاه میکنن، حالا از این زاویه هم ببینن دیگه، مثل برنامه‌ای که 2 هفته پیش صحبت کردیم، بی بی سی اونها رو میاره میشونه، از اون زاویه هم میشه دید، صدای آمریکا میشونه از اون زاویه هم بشه میشونه، حالا این هم از این زاویه به شما نشون میدیم. یا نگاه میکنیم این تلویزیون من و تو که به اصطلاح خودش تلویزیون اینترتینمنتی معرفی میکنه، یه دفعه یک دخترک جوونی رو میکنه مسئول یا مجری یک برنامه‌ای، میره کری میاره اشکوری رو میاره، یعنی مشروعیت میده به یک آخوندی که در بدنه این حکومت بوده، خدمت کرده، حداقل تا اونجا که بوده در جنایات این رژیم شریک بوده. نمیتونه کسی بگه من نماینده مجلس بودم ولی هیچ دخل و شراکتی در جنایات این حکومت نداشتم. اینا رو از این رسانه‌ای که میرن مردم گول بزنن باید پرسید. آقای اشکوری وقتی مورد غضب رژیم قرار میگیره خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. فقط یه ذره دقت کنید، ماها به عنوان انسان در برابر حکومت جمهوری اسلامی، اونها یک طبقه ممتازن، ما یک طبقه دونپایه. وقتی از اون طبقه ممتاز کسی رو میخوان مجازات کنن، اون لباس ریاش در میارن، تازه شکل ماش میکنن، تازه وقتی یه بدبخت و بیچاره میشه شکل ماها میشه، لباس روحانیت تنش در میارن. بعد اینها میان میشن چهره های اپوزیسیون، از این تلویزیون اینترتینمنتی گرفته که اصلا بیدلیل، اصلا چرا فقط همین یکی دوتا، حالا به اونا میرسم ها، که مشروعیت بدن، اون زیرشون مینیسن استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی، فیلسوف مذهبی، هیچ جا هیچ نشانی از شغل و پست و مقام های حکومتی اینا درج نمیشه. اگر شما دیدین در بی بی سی، صدای آمریکا، فهمی من رو تو این نمونه برنامه شه، اشارهی به سوابق اینها شد، من حرفمو پس میگیرم. اگر من میخوام واقعا یه تلویزیون رو تجزیه تحلیلش کنم، باور کنین 10 ساعت برنامه میتونم به شما با تمام این نکاتی که طبقه بندی شده خدمت شما بدم و معیاراش هم با شما مشخص کنم، بگم آقا میگن اینجا چرا قرمز حق نداری رد شی، اگه یکی هر رد میشه یه جایی کارش عیب داره دیگه. این چرا قرمز ها، چرا قرمز های زندگی تبعیدی من و شماست. حالا شما نیامونی در همین تلویزیون اینترتینمنتی
از اون روز اول میان یه اتاق خبر درست میکنن، یه مش پسر دختر جوون میشونن، رفتن نگاه میکنی برای بازم بچه های نسل دختر من، پسر من، پسر شما، خب جذابیت داره که ببینید یه سری پسر دختر جوون نشستن. ولی شما نگاه میکنید متراژ این اتاق خبر اگر اینها رو مثل جمهوری اسلامی روسری و مقنعه و اینا سرشون کنن، همون شکلشون کنن، اینا همین خبرها رو بخونن، هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی هیچ تفاوتی بین این دوتا اتاقا شما نمیبینید. میگید نه شما اتاق خبر جمهوری اسلامی رو ببینید، تازه اینا یک قدم جلوترن، اینا میرن خبرهای رو گلچین میکنن و میارن و خبر در خبر میکنن. خیلی جالبه، میگن روزنامه شهروند به نقل از روزنامه مثلا پرگار این رو گفت. حالا این چی گفته؟ که بچه های ما وقتی نگاه کنن بگن تو ایران که همه چی میگن، آزادی هست، همه چی گفته میشه. من نرفتم حالا خیلی کنکاش کنم که بخوام مثلا مطلب خشخاش بزنم. همین امروز که جمعه است این برنامه پخش میشه، چهارشنبه شون یه بخشی از دو تا خبرشون که آخریش بودم برای یه نمونه مش نمونه خبر شما نگاه کنید. اولا چنان سفر آقای ظریف و آقا کوی مرتی که من میگم معذرت میخوام از آقا، این نماینده جنایت حکومت اسلامی رو که متأسفانه همین رسانه ها میکننش امیر کبیر، این امیر کبیر طفلک چه اسم بدبختی شده، امیر کبیر رو به رفسنجانی مکار میدن، به این هیلگر میدن. این چنان اینها خبر سفرهای آقای ظریف رو منعکس میکنه انگار که مثلا آقای ظریف رهبر اپوزیسیون خارج از کشوره که داره تلاش میکنه برای نجات ایران. بعد کنارش میاد یه سری خبرهای به قول خودمون گفته اصطلاح در پیتی که فقط نشانگر این باشه که آقا ببینید در نظام جمهوری اسلامی این گونه مطبوعاتش و رسانه‌هاش خبررسانی سالم میکنن به مردم. شاید اون بچه‌ای که نشستن اونجا بعضیاشون نمیدونن چه خبره، ولی بالاخره ما هم که نشستیم نگاه میکنیم که ببخشینا یه بخش هم ببینیم. محمد جواد ظریف امروز وارد دمشق شد، اما قبل از ورودش این شهر مورد حمله راکتی مخالفان بشار اسد قرار گرفته. گفته میشه که 10 راکت حتی به این شهر اصابت کرد و تلفاتی داشته. بعضی ها هم گزارش دادن 10 راکت، نزدیک 50 حمله صورت گرفته. البته خود نیروهای بشار اسد هم در واقع ساکت نشستن و دست به عمل زدن، به مواضع مخالفان بشار اسد در حومه پایتخت حمله کردن و اینها همه چند ساعت قبل از ورود آقای ظریف به دمشق برای دیدار با بشار اسد اتفاق افتاد. با روزنامه ایران شروع بکنیم و دو تیتر از این روزنامه. اولیش این هست که وزارت کشور شورای نگهبان بر سر صندوق‌های رأی شفاف توافق کردن. مطلب بعدی از روزنامه ایران در مورد حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات هست که روزنامه دولت می نویسه در دستور کار جامعه روحانیت قرار داره. شهروند رو نگاهی بکنیم، طرح مجلس برای جریمه مالی بد حجاب ها رو بهش پرداخته که بعضی از نمایندگان مجلس ارائه کردن. خیلی جالب هست، 100,000 تومان جریمه نقدی بد حجابیه و 10 نمره منفی که حالا من مثل نمره های منفی مثلا در کدوم کارنامه ثبت میشه. مطلب بعدی از روزنامه اعتماد هست. اگر یادتون باشه به این پرداختیم که صادق خرازی گفته بود که بعضی از اصلاح طلبان گرا میدادن به دشمن. مطلب بعدی از روزنامه آرمان هست. محسن هاشمی یکی از پسران هاشمی رفسنجانی گفته پدرم درباره مهدی حرفای زیادی داره اما به خاطر نظام فعلا سکوت میکنه. مرسی. به هر حال این بخش رو مثل دو هفته گذشته تقدیم حضورتون کردیم و بازم میگم ما به عنوان گرسانه وظیفه داریم کاری رو که این حرفه برای عهده ما گذاشته دقیقاً انجام بدیم. بیشتر به این برنامه ها خواهیم پرداخت، بیشتر به بعضی از چهره ها خواهیم پرداخت، اونها رو هم میاریم و اینجا به شما از زاویه خودمون معرفی میکنیم. و در پایان بازم من این اشاره کنم دو بخشش تو این قضیه کاملا بازه، حق مسلم و قانونی و حقوقی اینها چه یه رسانه چه یه فرد هست که چنانچه میخواهند جوابگوی این برنامه باشن
بازم میگم قدمشون رو چشم، اینجا دوربین و میکروفون در اختیارشونه که بیان بنشینن و هر آنچه که ما میگوییم با هم دیگه بحث و مناظره کنیم و شما به عنوان یک داور و داور بی‌طرف گوش کنین، بشنوین و قضاوت کنین. دنبال برنامه رو با هم پی میگیریم. با درود به شما هموطنان گرامی و زنان و مردان آزادی ستان در داخل کشور، سعید اطلس هستم و دقایق چند در خدمت شما عزیزان با مطالبی پیرامون مسائل داخل کشورمون و مرتبط با خیزش سرفرازانه ملت قهرمان ایران. عرض بزرگ شما در نگاه به مجموعه خبرهای هفته گذشته که در محافل سیاسی و رسانه ها مطرح بوده، دیده می شود که هنوز آثار و تبعات در واقع اون ائتلافی که همه در موردش مستحضر هستید و اون چیزی که اعلام شده بین چند
چهره سیاسی، هنری و ورزشی، و به دنبال آن مسئله وکالت میدهم در فضای سیاسی ایران کماکان مطرح است و بران سنگینی می کند. از اونجایی که هنوز توهماتی در مورد زیانهای این طرح وجود داره و هنوز اصرار بر اجرای این طرح توسط بعضی از محافل می شود از یک سو، و از سوی دیگر ورود سنگین رژیم جمهوری اسلامی و نیروهای امین بحث چیز رسانه‌ای و نیروهای امنیتیش به این موضوع ایجاب میکنه که در این هفته هم تمرکزی بر این مسائل داشته باشیم و ببینیم در حواشی این موضوع چه میگذره. ممکن است که این سوال در اذهان بسیاری از شما هموطنان گرامی ایجاد شود که چرا علی‌رغم این همه جانفشانی های جوانان آزادی ستانمان، این همه حرکت های اعتراضی در داخل کشور، خارج کشور که بر علیه این رژیم صورت گرفته، چرا اینها بعد از این همه ویرانگری ها، خرابکاری ها و سلاب کشیدن فرزندان این میهن هنوزم هرچند شکننده ولی بر روی کار هستند؟ البته در این مورد میتوان عوامل متعددی رو عنوان کرد و مورد تحلیل قرار داد، اما دو عامل میتواند در این میان مؤثرتر از عوامل دیگر باشد. یکی از این عوامل در واقع برمیگردد به بافت و طینت ضد انسانی و عقب ماندگی فطری کارگزاران، آمران و کارگزاران حکومت حاکمیت آخوندها در ایران، و موضوع دیگر برمیگردد به ویژگی ممتاز کشورمان در منطقه خاورمیانه و حتی در سرتاسر دنیا که آن را برای بسیاری از کسانی که در واقع چشم بر منابع ملی دیگران دوخته‌اند بسیار فریبنده و جذاب می کند. بلاجرم می بینیم که دستایی در پیشبرد سیاست های خودشون در کشور ما همیشه وجود داشتن. بنابراین ببینید در چنین فضایی که خدمت شما الان مطرح کردم، حتی همین دوتا فقط فاکتور رو مفروض بگیریم، میبینیم که سرنگونی این رژیم و یا پروژه سرنگونی این رژیم یکی از پیچیده ترین پروژه های این چنینی در طول قرن کنونی باید باشه. کسانی که با ساده اندیشی و نگاه به دیگران و مدد گرفتن از بازیگران خارجی و چند رسانه‌ای که با هزینه های بسیار گزافی شروع به کار کردن در همین راستا، این نوع سطحی نگری ما را به جایی نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه متدهای شیک و خیلی کمرمق و ناپایدار در مقابله با رژیمی که یه چنین رژیم هیولای خونریزی که ریشه در واقع یک درختی ریشه در 1400 سال داره، اینا جواب مسئله نیست و بسیار ساده اندیشی است که با این حرکت های خیلی نرم و شیک و اینا بخوایم مثلا این رژیم رو سرنگون بکنیم.
این پکیج اعلام شده که بعد از سال نو میلادی توسط رسانه های وابسته به شدت انعکاس بیرونی پیدا کرد، در واقع به علت ماهیت پنهانکارانه طراحان و عوامل آن و همچنین عدم وجود اصالت در آن، بسته‌بندی های عجولانه ای که برای حالا احتمالاً موج سواری بر روی تظاهرات و خیزش قهرمانانه مردم ها در داخل کشور صورت گرفته، نه تنها ناکام نشده، نه تنها ناکام مانده، بلکه تبعات خسارت باری هم از خودش به جای گذاشت که هفته گذشته در مورد اونها توضیحاتی خدمت شما عرض کرد. یکی از زیانهای این طرح این بوده که به علت قطب‌بندی شدن تمایلات سیاسی در جوامع جایی، اون در واقع اتحاد نسبی که بین ایرانیان وجود داشت تا ابعادی در واقع تأثیر همین طرح قرار گرفت. امنیتی رژیم مناسبی پیدا کردن که به این مسائل ورود کنند. دستگاهی که کاملا بعد از خیزش مردم ایران در 4 ماه گیج و منگ بودند و حتی مورد شماتت خامنه‌ای قرار گرفته بودند، دیدیم که بعد از این حرکت سر برآوردند و شروع کردن به تبلیغات مسموم برای ایجاد تفرقه بیشتر در میان صفوف ما ایرانیان. از طرف دیگر عوامل خودشون رو که از داخل ایران صادر کرده بودند و در آب نمک خوابونده بودند، اون عوامل رو فعال کردند و میبینیم که اینا تبدیل شدن به در واقع کسانی که ضد این رژیم دارن فعالیت میکنند و به جمع مخالفین پیوستند و حتی میبینیم که در دستشون پرچم‌های مبارزه بر علیه رژیم در صفوف اول تظاهرات مردم خودش قرار دادن یا قرارشان دادن. و بالاخره در داخل کشور هم تبعاتی داشته و این اتحاد تا ابعادی باعث شده بود که رژیم عقب نشینی کنه در بعضی از مسائل، ولی الان میبینیم که شمشیر زهرآگین خودش رو در واقع تیزتر و تیزتر کرده بر علیه عزیزان ما که در سیاهچال ها و زندان های این رژیم به سر میبرن. در سطوح بین المللی هم میشود دید که نگاه ها مقداری در واقع جهت دیگه پیدا کرده و اونگونه که تمرکز داشتن بر مسئله ایران، الان میبینیم که اون نگاه ها به طور نسبی تغییر پیدا کرده. دومین اثر مخرب این داستان، این طرح فرصت طلبانه، غیر مسئولانه و زیانبار، اذهان جهت دادن یا انحراف اذهان بسیاری از مردم ما از اون اجندای اصلی و مسائل داخل کشور ما که روند خودش رو به خوبی داشت پیش می برد به این گونه مسائل حاشیه ای است. به هر حال برای مردم مهمه که براشون آقا بالا سر درست نکنن و اگر رهبری هست باید از درون خود مردم برخیزه و مورد قبول مردم واقع بشود. کارنامه درخشانی باید داشته باشد در این زمینه. و بنابراین میبینیم که این موضوع به هر حال در هر باعث تأثیرات منفی در بین ما ایرانیان و جامعه ایرانی شده است.
از این نظر دوستان باید توجه داشت که همونطور که بارها عرض کردم در اتحاد در بین باشد که باید باشد، باید تمام این پیچیدگی های داستان رو در نظر بگیرد. یعنی یک پروژه ساده ای وقتی که میخواید پیاده کنید باید حداقل چند ماه چندین نفر که متخصصین هم هستن برای اون کار کنن. این که ببینیم الان تظاهراتی در داخل کشور جریان داره و هاورنه بخوایم بپریم که موج سواری بکنیم و بعدم تحت عنوان فریبنده که بله ما باید با دیگران امکان صحبت داشته باشیم، اون هفته عرض کردم دیگه نمیخوام ادامه بدم این دیگران یعنی چی؟ پس نقش ما چی میشه این وسط؟ دیگران ورود خواهند کرد و پیغام پسخام خودشون رو خواهند داد موقعی که ببینن که تعادل قوا به نفع مردم چرخیده، اونا میان دنباله. کسانی که میبینن رهبری این داستان رو به عهده دارن، نه اینکه باید بریم دم درشون در بزنیم گدایی کنیم که بیان حرفای ما رو به اجتماع کمک کنن. البته کار سیاسی هیچ منافاتی با این داستان نداره و یک موضوع جداگانه است. بنابراین دوستان، همونطور که عرض کردم، همصدایی، همگرایی، همسویی، اتحاد در صحنه عمل و در صحنه عمل تاثیرگذار و کمک کننده به تظاهرات مردم، بله ضروری هست و باید دنبالش رفت و باید کسانی که کارنامه درستی دارند به کمک همدیگه صورت بگیرد. چرا؟ اگر که صحنه خالی باشد دیگران اون رو پر خواهند کرد، دیگران اون رو پر خواهند کرد. بنابراین این صحنه رو نباید خالی بود. در خاتمه عرایزم میخوام به یک موضوع حاشیه هم اشارتی داشته باشم. در چند روز گذشته شاهد انتشار عکس‌های خصوصی از افراد منتسب به چهره‌های اپوزیسیون بودیم و همچنین داستان سرایی‌های بر علیه دیگر بانوانی که در این صحنه سیاست ایران هستند حضور دارند. همه این چیزا دوستان تماماً حاوی اتهامات جنسی است، مثل خیانت به همسر، صیغه این و آن بودن و امثال این چیزها، که همه اینها مبین اذهان بیمار، علیل و مملو از کثافات جنسی کارگزاران بدنام اطلاعات و رسانه‌ای این رژیم هست که اینگونه به بیرون تراوش کرده و می کند. در دستگاه تبلیغاتی رژیم وقتی که میخواهند شیطان سازی کنند و کسی را بدنام کنند، هیچ خبری از فاکتای مثلا غیر دموکراتیک بودن افراد، خودخواه بودن، مسائل فردی، بی‌عدالتی، فساد، راندخاری، ثروت اندوزی و این چیزا خبری نیست، چون خودشون غوطه‌ور هستن در مسئله. و تمام این اتهاماتی که وارد می کنند به این علت است که اذهان کثیف اونها بر روی جنسیت زنان، به ویژه زنانی که برای آزادی و رهایی تلاش می کنند، کوک شده و به همین علت می توانند به راحتی قربانیان خودشون رو در سیاه‌چال های این رژیم، زنانی بی پناه ما رو در اون چهار دیواری های بسته مورد حملات وحشیانه و تعرضات و تجاوز خودشون قرار بدن. بنابراین اساساً نباید نگاهمون رو از مسائل سرنوشت ساز و مسائلی که سرنوشت مردم در اون رقم می‌خورد که همانا
رهایی از چنگال این رژیم وحشی هست به سمت مسائل حاشیه این چنینی برگردانیم و از اصل داستان منحرف بشویم. نباید برای این گونه ترفندهای دستگاه‌های مخوف امنیتی رژیم هیچ وزنی و ارزشی قائل شد. هرچند خواه این داستان‌ها واقعی باشد یا غیر واقعی باشد هیچ ارتباطی به ما ندارد. ما مسائلمون مبارزه است و رهایی مردم ایران است. بنابراین چماق کردن این موضوعات خصوصی و کوبیدن بر سر کسانی که مخالف ما هستند درست عین عمل زشت خود کسانی است که این مسائل رو منتشر می کنند. بنابراین پیام ما به آمران و مأموران رژیم جمهوری اسلامی این است که مردم ایران یا اکثریت قاطع مردم ایران جز سرنگونی تمامیت ساختار نظامتان برای رهایی خودشون به چیز دیگری فعلا نمی اندیشند. به امید اون روز. دوستان در همین جا اجازه بدید که با شما خداحافظی کنم و برای همه شما عزیزان روزهای خوبی رو آرزو کنم با بهروزی و کامروایی تمام. بدون. Kinsel
سوپرمارکت بای تو سه. مرکز خرید همه فارسی زبانان در منطقه گلدرز گرین. هر آنچه نیاز شما باشد با بهترین کیفیت و با ارزان‌ترین قیمت در سوپرمارکت بای تو سیو در اختیار شماست. آدرس 24-26 گلدرز گرین رود، لندن، NW118LA. تلفن 0208-455-828-39.
با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، طبق معمول این هفته گزارش فضای مطبوعات نروژ خدمتتون عرض میکنم. از گزارشات روز شروع میکنم. به اصطلاح سایت ABC ایته گزارشی تحت عنوان کارکران فرهنگی در راهپیمایی مشعل برای آزادی بیان در ایران اومده که گزارش رو تهیه کرده که پنجشنبه شب سازمان‌های هنری نروژ مقابل سفارت ایران در اسلو تجمع کردن. آنها به خشونت و آزار علیه همکاران و دیگران در ایران اعتراض کردند. سازمان دهنده این به اصطلاح اجتماع نروژی ایرانی هایی بودند که از زمان شروع قیام برای حقوق بشر و دموکراسی در ایران بسیج شدند. اونا خاطر نشان کردند که اعتراضات در ایران با گذشت 4 ماه از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس اخلاق ایران همچنان ادامه دارد و مقامات همچنان با دستگیری و سرکوب و استفاده از خشونت پاسخ میده. بله، عرضم به حضورتون که از سایت دیگه هستش به نام یونالیست، یعنی همون یونالیست هست در واقع، توی گزارش کوتاهی تحت عنوان راسموس هانسسون یک روزنامه نگار و نامزد جایزه صلح نوبل کرده که این راسموس به اصطلاح قبلا رهبر حزب سبز بوده که کلا دو تا نماینده دارن در پارلمان نروژ و گفته که نرگس محمدی صدها هزار ایرانی زن و مرد شجاع را نمایندگی میکنند. اما طبق معمول که اطلاعاتی داره که کجا را نمایندگی میکنه و چی به کجاست، منتها مثل اون سری قبل که یک نفر دیگه از حزب یک ایرانی دیگه‌ای بود که اون هم به اون معصومه قومی وصل بود توی پارلمان به عنوان مشاور تونسته بود که یک نفر بیاره و اون رو به اصطلاح مطرح بکنه. به جهت این جهت یادآوری اینا اطلاعاتشون بسیار بسیار کمه. سایت ABC تیه گزارشی تحت عنوان این که استوره نخست وزیر نروژ کمکان به دیالوگ با پوتین باور داره که این هم همچنان اون خطیست که اینا دارن و میگه، این خبرگزاری NTB میگوید که من هرگز باور ندارم که آدم با رد کردن صحبت کردن با یکدیگر از روی پرنسیپ عاقل تر شده باشد. این هم توجیه اینه که ادامه به رفتار و به اصطلاح نوع رابطه‌شون و ادامه مماشات در واقع میشه. استوری میگوید که من از قبل از تابستان سال گذشته با پوتین تماس نداشتم، اما من از اینکه کشورهای پیشرو در اروپا مانند آلمان و فرانسه همچنان این تماس را دارن حمایت میکنم. او میگوید اگر قرار است در مسیر صلح و پایان جنگ پیش برویم، پس این راه را ما باید باز نگه داریم. به گزارش سایت پارلمان نروژ هم مسعود قرهخانی اصطلاح پرزیدنت رئیس پارلمان نروژ طی روزهای 4 تا 11، یعنی از فردا تا 11 از کره جنوبی و ژاپن دیدار خواهد کرد. این سفر آقای سوین هاربرگ نایب رئیس اول پارلمان و خانم نتنس رئیس کمیته تجارت و بازرگانی پارلمان، همچنین آقای اسمود اوکروست نایب رئیس کمیته خارجه و دفاع پارلمان نروژ برای
فقط برای سفر به کره جنوبی، از جمله سیاستمدارانی هستند که ایشون رو همراهی میکنن. ما الان یه گزارشی از سایت دیگه که در واقع همون ABC با یه گزارش دیگه است که مربوط به روز به اصطلاح 31 هستش رو گزارش میکنم که تحت عنوان حمله پهپادی باعث انفجار در تأسیسات نظامی ایران شد رو گزارش میکنه که به گفته وزارت دفاع ایران سه پهپاد به سمت تأسیساتی که مهمات در آن ساخته میشود فرستاده شده. در بیانیه که یک شمه شب توسط خبرگزاری دولتی ایرنا مخابره شد آمده است یکی از پهپادها توسط نیروی هوایی سرنگون شد، دو مورد دیگر با شلیک خودکار سرنگون شدن و به هوا رفتن. این حمله نافرجام منجر به تلفات جانی شده است. سپاه چندین انفجار آتش‌سوزی در تأسیسات نظامی هسته‌ای و صنعتی ایران گزارش شده. اسرائیل مدت هاست که ایران را تهدید کرده است که در صورت شکست مذاکرات غیر مستقیم بین آمریکا و ایران برای نجات توافق هسته‌ای 2015 اقدام نظامی خواهد کرد. سایت آدرسا یک گزارش کوتاهی تحت عنوان حداقل سه کشته و صدها زخمی در زمین لرزه ایران به زمین لرزه خوی اشاره میکنه و یک گزارشی میده که به اصطلاح 5.9 دهم ریشتری در شمال غرب ایران و نزدیک مرز ترکیه رو لرزون و حداقل 3 نفر کشته و بیش از 800 نفر مجروح شده که این هم به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش میکنه. این زمین لرزه ساعت 21:44 شامگاه شنبه به سمت میرسه که در شهرستان خویه. و در انتها میگه مرگبارترین زمین لرزه ثبت شده ایران در سال 90 شمال کشور رو لرزان، در آن زمان 40,000 نفر جان خود رو از دست دادن. این هم اشاره میکنه به سابقه تاریخیش که 300,000 نفر مجروح شده و 500,000 نفر خانه های خود رو از دست دادن. عرضم به حضورتون ما میریم روی یک به اصطلاح خبر دیگه ای که براتون تهیه کردم. این مربوط به اصطلاح 31 هست که سایت آدرسات گزارشی تحت عنوان این که ایران دیپلمات اوکراینی را پس از حمله پهپاد احضار کرد رو به اصطلاح گزارش میکنه که ایران پس از اون که مشاور رئیس جمهوری زلنسکی حمله هواپیماهای بدون سرنشین به یک کارخانه نظامی ایران را ستایش کرد، کاردار اوکراین رو به فرش اصطلاح قرمز فراخوان. این خبر روز دوشنبه توسط خبرگزاری روسی تسنیم گزارش شد، هم توسط خبرگزاری روسی و هم اینها به اصطلاح گزارشات روسیه این حمله رو که روز یکشنبه به کارخانه نظامی در مرکز ایران حمله کرد محکوم کردن. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید در هر صورت تنها میتوان چنین اقداماتی را علیه یک کشور مستقل محکوم کرد. اوکراین ایران را به تأمین صدها پهپاد به روسیه متهم میکند و روز یکشنبه یک هواپیمای بدون سرنشین به یک کارخانه نظامی در اصفهان برخورد میکنه که مشاور زلنسکی میخائیلو پودولجاک در توییتی می نویسه که شب انفجارها در ایران من به شما هشدار داده بودم. سایت محققین در توی گزارش تحت عنوان دانشکده های NTNU جذب محققان از ایران، چین و روسیه را سفت و سخت کرده است که این هم یه گزارشی است که من فقط اشاره میکنم به یک برگزیده به طور خلاصه که این سه کشور در فهرست نگرانی های سرویس امنیتی پلیس نروژ به نام PST قرار دارند که در مجموع میگوید که 70 پست دائمی پژوهشی در 3 دانشکده آگهی شد، 121 درخواست از نروژ، 148 درخواست از ایران بود که 69 متقاضی از چین و 17 متقاضی از روسیه.
یک نفر از چین در دانشکده به اصطلاح چهار این دانشگاه استخدام شد. رئیس این دانشکده میگوید به نام اولا اولان تایید میکند که ما ارزیابی هایی رو که در انتصابات انجام میدهیم سخت‌تر شده است، سخت‌تر شده و پلیس امنیت در ارزیابی تحقیقات سالانه خود نسبت به خطر جاسوسی و سایر موارد غیرقانونی جمع‌آوری اطلاعات هشدار داده است. ما میریم روی یک به اصطلاح عرضم به حضورتون آخرین گزارش که من تهیه کردم از فضای مطبوعات، برمیگرده به گزارشی تحت عنوان ایران، این مره مربوط به 2/2 هستش، 2 فوریه، که همون سایت ABC یه گزارشی تحت عنوان ایران اعدام یک تظاهر کننده را به گزارش میکنه که قوه قضاییه میگوید که اعدام مرد ایرانی که در پی تظاهرات سال گذشته در پی مرگ مهسا امینی به اعدام محکوم شده بود به تعویق افتاد. این مرد آبان ماه گذشته به اتهام فساد مالی و حمله به پلیس تهران با امری که مالی ایران استیناف شد اما در آنجا رد شد. با این حال روز چهارشنبه قوه قضاییه تصمیم گرفت که به خانواده افسر پلیس مقتول برای چشم پوشی از قصاص دیه تعلق گیرد و به همین دلیل اعدام را باید تعقیب تعریف داد. و این یک گزارش دیگه ای هم داده همین سایت ABC که تحت عنوان ترکیه سفیر نروژ را احضار کرد برای سوزاندن قرآن لب شد، که یک گروهی هستش که اینها خیلی ضد اسلامیست ها هستند، به اصطلاح اینها گویا اجازه هم گرفته بودند که از پلیس جلوی سفارت ترکیه اقدام به سوزاندن قرآن بکنن، که رسماً این چه یک اصطلاح فراخوانی که سفیر نروژ رو احضار میکنن میتونه تأثیرات سیاسی خودش رو گذاشته باشه و این مسئله رو پلیس به خاطر مسائل امنیتی منع کرده و در واقع اجازهش رو پس گرفته. من دیگه بیشتر از این مطلب دارم البته، ولی به خاطر ضیق وقت با شما خداحافظی میکنم به امید پیروزی خلق قهرمانمون و برقراری آزادی. خدا نگهدار. سوپرمارکت بای تو سه مرکز خرید همه فارسی زبانان در منطقه گلدرزگرین. نیاز شما باشد با بهترین کیفیت و با ارزان‌ترین قیمت در سوپرمارکت بای تو سیو در اختیار شماست. آدرس
24 تا 26 گلدرز گرین رود، لندن، NW118LA. تلفن 0208-455-8839. سوپر دینا در بهترین منطقه هنگلین در خدمت هموطنان عزیز است. کلی مایحتاج خانواده فارسی زبان رو میتوانید در سوپر دینا پیدا کنید. سوپر دینا با پارکینگ مجانی در میدون هنگلین. سلام و روز بخیر به شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی تلویزیون رنگارنگ. من سیروس هستم و از شهر گوتنبرگ سوئد با شما سخن میگم. به هفته گذشته در شهر گوتنبرگ سوئد در تاریخ 28 ژانویه یک تجمع اعتراضی و حمایت از مردم ایران برگزار گردید که جمعی از ایرانیان در میدان شهر حضور داشتند. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ و همکاران عزیزم، من سیروس هستم از شهر گوتنبرگ سوئد. گزارشی رو برای شما تهیه می‌بینم و ارسال می‌دارم. امروز 28 هست، 28 ژانویه، که جمعی از ایرانیان در میدان همیشگی تجمع کردند تا حمایت خودشون را از مردم ایران ابراز بدارن. برنامه دیگه ای هست در کلیسای شهر، بزرگترین کلیسای شهر، که ساعت 15:30 دقیقه شروع میشه، که گزارشی را از اون برنامه هم برای شما ارسال خواهد کرد. شاد، موفق و پیروز باشید. بعد از اون
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت سوئد فراخانی که من صادر کرده بودم برای حمایت از مردم ایران و جان باختگان راه آزادی در کلیسای شهر برگزار گردید که حمایش خیلی خوبی بود و مردم استقبال کردند. بیش از 340 نفر در اون کلیسا شرکت کرده بودند که به برنامه که تدارک داده دیده بودیم از جمله سخنرانی و موزیک به سر شرکت کردند. سخنرانانی از کشور سوئد از احزاب مختلف اونجا سخنرانی کردند، از حزب چپ، از حزب میانه، از حزب سوسیال دموکرات ها و همچنین یک نفر نویسنده و فعال سیاسی افغانی که ایشون هم شرکت کردند و سخنانی در رابطه با مسائل ایران و اتفاقاتی که در ایران اتفاق افتاده است رو به اطلاع همه رسوندن و حمایت خودشون رو از مردم ایران و جان باختگان اعلام کردند. در کلیسای شهرمان همونجوری که قول دادم به شما برنامه در حال شروع هست که به مدت 2 ساعت به طول خواهد انجامه. سعی می کنم که گزارش های بهتری را در این رابطه برای شما ارسال کنم. شاد و پاینده باشید. بعد از اون به سلام موسیقی بود که جمعی از هنرمندان شهر به اصطلاح اجرای موسیقی داشتن، از جمله خواننده معروف ایرانی تبار و سوئدی به نام خانم نگار زراسی و جمع دیگر از هنرمندان در آن کلیسا هنرنمایی کردن که مورد توجه به اصطلاح حضار قرار گرفت و جمعی از سوئدی ها هم در این به اصطلاح برنامه شرکت داشتن که بسیار راضی بودن و خیلی ها بعدن که با من تماس گرفتن، چه از طریق به اصطلاح تلفن و از طریق فیسبوک و غیره، از برنامه و محتوای برنامه بسیار راضی بودن و خوششون اومده بود. به خصوص یک نوماده ای رو من اونجا نوشته بودم که مورد توجه خیلی قرار گرفته، به خصوص ایرانی ها که خیلی تمایل داشتن که این نوماده ای رو هم برای اونها من ارسال کنم که برای جمعی که تونستم به اونها بچم اون نوماده ای رو من برایشون ارسال کردم. برحال این گزارش کوتاهی بود از برنامه اون روز و تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. وطن جنجیان جنجیان آزادی، وطن جنجیان جنجیان آزادی، به گاه امید سپید دمید، خروش زمان خشم من خشم تو، ز خون شهید که شد ره سپید، بلرزد ستم جاودان با تو، زن شکفته شد جان فسرده شد، ز موی تو ز اعتراض شکست پایه های استبداد، ز خون ما ز اتحاد که صبح آزادی پیداست، به گاه امید سپید دمید، خروش زمان خشم من خشم تو، زخون شهید که شد ره سپید، بلرزد ستم جاودان را تو، به نام این
وطن به پاشو هم وطن بخوان جنجیان 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 آزادی. سوپرمارکت بای تو سه مرکز خرید همه فارسی زبانان در منطقه گلدرز گرین. هر آنچه نیاز شما باشد با بهترین کیفیت و با ارزان‌ترین قیمت در سوپرمارکت بای تو سیو در اختیار شماست. آدرس 24-26 گلدرز گرین رود، لندن، NW11-8LA. تلفن 0208-455-828-39. Thank you.
نام و نام خانوادگی، عرفان نظر آهاری. اعتراف کن جناب قاضی، من سطل زباله آتش زدم. زباله ها از چند قرن پیش در سطل مانده بودند، پس مانده اعتقادات غلط، تهمانده های تفکرات پوسیده، باورهای بویناک. خانه بو گرفته بود، خیابان بو گرفته بود، شهر بو گرفته بود. جایی برای دفن زباله ها نداشتیم، بازیافتم بلد نبودیم، به همین خاطر آتششان زدم. اتهاماتت اما بیش از این هاست. بله جناب قاضی محترم، چندین شیشه هم شکستم، شیشه هایی که دور زندگیم کشیده بودند. مرا جدا می کردند از جهان، مرا جدا می کردند از زمان. شکستمشان و دستم به جهان مدرن خورد، شکستمشان و وارد سده معاصر شدم. اما پروندت سنگین تر از این حرف هاست. دو فقره اش اینها بودند که گفتی، مابقی را اقرار کن. جناب قاضی، من سنگ هم زیاد پرتاب کردم، البته فقط به خواب آدم ها، نه به خودشان. در خواب گریه می کردند، می خواستم بیدارشان کنم که کابوس نبینند. شما بسیار بیجا کرده ای، دیگر چه کرده ای؟ حتما شعار هم داده ای. نه جناب قاضی، فقط شعور داشتم که آن هم مخفی بود. از بایگانی های قدیم فهمیدیم که خانوادهت هم سابقه دارند. بله جناب قاضی، پدرم شورشی بود، مادرم آسی. پدرم گندم خورد، مادرم سیب چید. هر دو اخراجی اند، هر دو تبعیدی. خودم هم در تبعید به دنیا آمدم. مرگوم کنید پایان دادرسی. متهمه بنابر اقرار همه اتهامات خود را پذیرفت. متهم یا متهمه، مذکری یا مؤنث. انسانم جناب قاضی. ختم جلسه، ببریدش تا صدور حکم. آیا خدا اشتباه کرد؟ یک روز تلویزیون بخشی از پیشرفت‌های شگرف چین در 30-40 سال اخیر را نشان می‌داد. دود از مغزم بلند شد. یادم آمد روزهایی را که سجاده زیر بغل به نماز جمعه می‌رفتیم تا از خدا بخواهیم که کافران را نابود، کشورمان را آباد، زندگیمان را پربرکت، تنمان را سالم، دلمان را شاد و طول عمر اماممان را دراز گرداند و او را تا انقلاب مهدی برای ما نگه دارد. اما نمیدانم چه شد که سر از اینجا درآوردیم. آیا خدا اشتباه کرد و همه چیزهایی را که همه ما ملت ایران در مدت نزدیک به 42 سال با اشک و آه و توسل به مقام کبریایی خودش، عزت و آبروی 14 معصوم، پهلوی شکسته زهرا، فرق شکسته علی، سر بریده حسین، دست قطع شده عباس، علی اکبر جوان، علی اصغر خردسال و با گرو گذاشتن خون شهدا، امام شهدا، ناله و زجه مادران، پدران و همسران شهدا، اشک یتیمان شهدا، حرمت میلیون ها جلسه قرائت قرآن، مفاتیح الجنان، جلسات دعای ندبه، کمیل، سماد، ابو حمزه، جعفر طیار و غیره، ما از خدا می‌خواستیم همه را به چینی‌های کمونیست خدا نشناس و از خدا بی‌خبر داده و در عوض همه درد و رنج روحی و
جسمی، فقر، خرابی مملکت، بیکاری و فحشا، خرابی اعصاب و روان، خزانه خالی، لشکر معتادین، ده ها میلیون پرونده قضایی، تهمت، افترا، دروغ، دزدی ها و اختلاس های میلیاردی، چپاول بیت المال توسط کسانی که خود را مرد خدا میخوانند، برترین مقام ها در منفی ترین ها، پایین ترین مقام ها در موضوعات مثبت، خشکسالی های ممتد، پری زندان ها، شلوغی دادگاه های حقوقی و جنایی و غیره، همه را یک جا به ما داده. اشکال کار کجا بود؟ یادم می آید در خیابان منتهی به نماز جمعه چادر و روسری و جانماز چینی به وفور دیده می شدند و بعدها قرآن چینی و مهر چینی رکعت شمار، صلوات شمار و لیوان آبخوری به یاد لب تشنه حسین نیز اضافه گردیدند. شاید خدا به خاطر مهربانی چینی ها تمام موهبت ها را به آنها داده، چرا که بازار مملکت را پر کردند از تمام وسایل زندگی، از سفیدی قند تا سیاهی زغال، تا ما وقت گرانبهایمان را با خیال راحت برای کسب جواز بهشت به دعا و عبادت بگذرانیم. آیا امید نجاتی باقی مانده است؟ آیا رهبران ما از عالم توهم بیرون و به دنیای واقعیت‌ها پا گذاشتند؟ مگر اسلام ناب و آخرین دین مبین فقط مال ما نبود؟ مگر دیگران کافر، نجس، گمراه، زنازاده، منحرف و در ضلالت نبودند؟ مگر ما تنها هدایت یافتگان راه حق نبودیم؟ چرا کارمان به اینجا کشید؟ مگر کافران هر روزه با بیهجابی، دانسینگ، شادی و خنده اعصاب خدا را خرد نمی کنند؟ پس آیا ممکن است خداوند مردم ما را با مردمان چین کمونیست اشتباه گرفته باشد؟ واقعا که هرچه فکرش را می کنم بیشتر سرگیجه می گیرم و آشفته می شوم.